بسم الله الرحمن الرحیم محور بحث بررسی اعتبار و عدم اعتبار کتب انبیای ابراهیمی است که قبل از قرآن نازل شده است در این جلسه کوشش می‌کنیم مقیاس حقانیت یا بطلان را محتوای کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن معرفی کنیم به عبارت دیگر می خواهیم بررسی کنیم تورات از نظر خود تورات اعتبار دارد ثابت می کنیم نه بررسی می کنیم انجیل از نظر محتوا خود محتوا انجیل را تایید می کند ثابت می کنیم محتوای انجیل دلیل تحریف انجیله در این جلسه به یکی دو نکته اشاره میکنیم اولا این عبارتی که در متن صحیفه حضرت هوشع از انبیای بنی اسرائیل آمده چرا در کتابهای تورات و انجیل یعنی عهد عتیق و عهد جدید که این کتاب ملحق شده به اونها این عبارت رو عوض کردید ببینید عبارت اینه محمد لکف بام قیمش محمد لکف بام قیمش براشم هوه به اهالی هم صحیفه حوشه باب نه آیه شش نسخه ابرانی ترجمه ای که کرده اند و به فارسی عربی منتقل کردن فارسیش اینه مکانهای نفیسه مکانهای با ارزش مکانهای نفیسه نقره ایشان را خارها به تصرف خواهند گرفت نقره هایی در مکانهای مقدسی هست اون مکانهایی که در اونها نقره هست خارها خاشاک ها اونجا رو خواهند گرفت چه تناسبی بین این عبارت و اون عبارت هست سریح میگه محمد لکف بام قیمش براشم هوه به حالی هم خب از مترجمین بپرسید این چه خیانتی است که اجازه نمیدهند متن کتاب هوشه اون طوری که در ابری هست به فارسی این, این ترجمه بشه ببینید محمد اینجا چه شکلی ترجمه شده مکانهای نفیسه مکانهای مقدس برای نقره در حال این است که خار و خاشاک اون را تصرف کنه یعنی علف ها بروین اون مکانی که در اونجا نقره ها دفن شده پوشش در پوشش گیاه بمانه کدوم واحد با این واژه محمد میخوره؟ این یک دو اساسا در کتاب زبور مزمور چهل و نهم از عبارتی که اینچنین شروع میشه هلولویا زمورا ماریا زمرتا ختا از اونجا شروع میشه تا برسه سقللی لکل لغو هللویا وسط این دو عبارت رو به دقت مطالعه کنید میگه تکبیرات خدا در دهان ایشان و شمشیر دو دمه در دست ایشان باشد تا اینکه از امت ها انتقام کشیده قوم ها را تنبیه نماید کدوم قوم است از بنی اسرائیل یک شمشیر دو دمه جز ذوالفقار علی مستاقی نداشته در تاریخ شمشیر دو دمه به این نمیگن که عکاسی نقاشی کردن عکس داره که سر شمشیر بره دوتا بشه شمشیر دودمه استعاره است از کاربرد شمشیر علی همون قمه متعارف بود رسول خدا فرمود ای علی در دست من این شمشیر کافر و مشرک می کشته. اما این رو تحویل میدم به تو فقط مسلمان خواهد کشت منافق پس هم بیرونی را میکشه هم درونی را در جهاد اسخر دشمن را کشت در جهان اکبر خودی ها را به این معنا خب این کتاب زبور سه تا نکته به ما گفته شمشیر در دست تکبیرگویان است در منطقه فاران که قبلا گفته فاران که مکه است اون وقت تمام امتها ها باید تسلیم بشوند آقای یهودی آقای مسیحی محترم هیچ یکی از انبیای ازام بنی اسرائیلی موظف نبوده به غیر بنی اسرائیل پیام بدهد اون دینی که تمام امت ها را دعوت می کند به تسلیم فقط اسلام است و رسول خدا چرا قبول نمی کنید؟ من تکرار می کنم تمام انبیای چهل و نفره بنی اسرائیلی سلام الله علیهم اجمعین فقط معمور بودن قوم به وجود آمده از حضرت یعقوب را هدایت کنند انبیای بنی اسرائیل هیچ مأموریتی نداشته اند و ندارند یک نفر از غیر بنی اسرائیل را موظف باشند هدایت کنند اما در زبور به سراحت گفته چهل نهم کسانی ملت ها را کل عالم را به سوی دین دعوت خواهد کرد اون هم شعارشون الله اکبر است و شمشیر دو دمه در دست خودشون آیات دیگرم هم میگن در فاران فاران مکه شمشیر دو دمه زلفقار دعوت از کل امت ها هر سه مال اسلامه هیچ یکی از این خصوصیات در داخل کتب انبیای ازام اسرائیلی نیست نتیجه میگیرم انبیای بنی اسرائیلی به هیچ وجه به صورت قطع به دلالت تورات به دلالت انجیل و شست و چند کتاب دیگر یا هشتاد و چند کتاب دیگرشان به علاوه قرآن معموریت جهانی نداشتند نه حضرت موسی و نه حضرت عیسی موظف نبودن حتی یک نفر غیر بنی اسرائیل رو به صورت وجوبه برن هدایت کنن این خصوصیات همه در قرآن کریمه پس چرا نمیپذیرن؟ پس خلاصه این شد با تکیه بر متون کتب مقدس آقایان یهودی ها مسیحی ها تمام مشخصات رسول و خدا و قرآن کریم در این کتاب ها آمده بود آقایان من نمیدانم به چه علتی اقلا تسلیم کتاب های خودشان نمیشوند ولی یک نکته مهمتر از متن چیزی را میخواهم بیان کنم که به قول معروف تفسیره مهمتر از ماده اون اینه اساسا گیرم حرف آقایان یهودی ها درسته اون پیغمبر موعودشان هنوز مبعوث نشده سوال ایشون اگر مبعوث شد مسئولیت داره کل جهان را هدایت کنه یا مسئولیت داره برای هدایت بنی اسرائیل از دوش خارج نیست اگر معمور کل بشر را هدایت کنه طبق نس سریح تورات و انجیل تمام انبیای بنی اسرائیل موظف به بنی اسرائیل یعنی متون بنی اسرائیل ضد این ادعا هستند و اگر معتقدن آقایی که بناس به عنوان پیغمبر موجود موعود ظهور کنه مخصوص بنی اسرائیل خب این که مشکل رو حل نکرده شما ادعا میکنید بایستی فلان آرمگدون آماده بشه فلان جا آماده بشه تا اون موعود ما بیاید بیاید برای چی اصلاح خودتان مشکل حل نشد اصلاح بشریت دلیل ندارید این تناقض را مادام که حل نکردید احدی از شما این حرف را قبول نمی کنه پس بنابراین ندای جهانی یا ایوحناس فقط مخصوص قرآنه آنچه که شما دارید آقایان یهودیان و مسیحیان یا بنی اسرائیله اون موعدتون اگر سوالش این است که ای بشر تابع من بشوید کدوم یکی از کتابهای آسمانی بنی اسرائیل گفته یا آیه ناس. یک آیه پیدا کن نیست بلکه به عکس برداشت شما این است که نجاد برتر شما اید منتقب شما خدا شما اید اصلا با این دعوت نمی سازه. پس بنابراین این تناقض چیزی کمی نیست اگر پیغمبر اسلام نیست اون پیغمبر موعود در تورات انجیل باید به ما جواب بگید این پیغمبر موعود شما جهانی است با کتب شما نمیسازه سازه اسرائیلی به درد بشر نمیخوره و صلی الله علی محمد و آل طاهرین